روی پا رو از سمت ناخونا روی ویل قرار بدین، زیر زانو رو حتما پر کنین، پای جلو در زاویه 90 درجه باشه، انگشتای پا کف پا نچرخه به سمت داخل یا خارج، تنه در راستای باسن و فقط لگن و هل بدین به سمت جلو تا جایی که کشش در پای عقب ایجاد شه. پاشنه پا رو در خط زانو تو زاویه 45 درجه قرار بدین. زانو باز، جهتش خارج نمیشه از پاشنه، کف پا نمیچرخه. پایی که روی ویل قرار گرفته نذارید که از روی ویل خارج شه یا اینکه به سمت داخل و خارج جهت بگیره. توی همین زاویه دوباره کشش رو که احساس کردین، شروع کنین تنه و لگن رو بکشید به سمت جلو. تو زاویه 45 درجه از کنار میخوایم لگن رو ببریم توی کشش. فقط چک کنید که حتما پاشنه در خط زانو تو زاویه 45 درجه باز شه، زانو در خط پاشنه باشه، کف پا جهت نگیره به سمت بیرون. حواستون به پای عقب باشه که از روی ویل جهتش خارج نشه. تنه اصلا نباید چرخش داشته باشه به سمت پای که از بغل باز کردین. تنه باید کاملا در راستای روبرو باشه و بعد به آرومی شروع کنین لگن رو از بغل باز کردن. تو زاویه 45 درجه از پشت میخواییم حالا باز کنیم. باز دوباره چک کنید که حتما پاشنه در خط زانو به سمت اون 45 درجه عقبی باز شده. دستتون رو بذارین روی تاج لگن که مطمئن بشین تنتون به سمت پای پشت نچرخیده، یعنی تنه کاملا به سمت روبرو، و بعد کشش رو توی لگن ایجاد کنید. این زاویه خیلی زاویه مهمیه چون میاد پهلو رو همراه به لگن باز میکنه. اگه مشکل زانو ندارین دستتون رو به ویل بگیرین، بعد بدون اینکه انگشتای پاتون روی زمین بلند شه، توی اون حالت صاف کردن زانو و بعد بستنش مکس کنید و نگه دارید. تا جایی که انعطاف پاتون بهتون اجازه میده پا رو به ویل نزدیک کنید. دست رو بذارین روی زمین، از اونی که دستتون کمک بگیرید پا رو بکشیدش به سمت ویل. باز دوباره زانو حتما در خط پاشنه هستش. بعد به آرومی تنه رو بچرخونین و دست رو بالا باز کنین. سر در راستای ستون فقرات نگه دارین. فقط مطمئن بشین که یک کششی هم توی قسمت پهلو، هم کتف، هم لگن پای عقب به وجود اومده. تو همون زاویه‌ای که پا در 45 درجه به سمت عقب قرار گرفته بود، باز اگه اجازه میده بهتون که یه خورده کف پا رو ببرید جلو، ببرید جلو، حواستون به پای پشت باشه که از روی ویل نیفته. کشش که اومد توی لگن، بعد به آرومی حالا میخوایم یه خورده کشش تنه رو بهش اضافه کنیم. میتونین دستا رو، هر دو دستو ببرید بالا و بعد در راستای پای عقب تنه رو هل بدین. هم قسمت تنه میره توی کشش قرار میگیره، هم پاها. حالا میتونین به دلخواه پاشنه پا رو بلند کنید و این حرکت هم بهش اضافه کنید. تو همون زاویه زانوتون رو صاف کنید. انگشتای پا حتما روی زمین باشه. دستتون رو به ویل بگیرید. حواستون به پای پشت باشه که از روی ویل نیفته. خیلی آروم تنه رو به سمت ویل شروع کنید کشش دادن که پهلو توی کشش قرار بگیره. تو همون زاویه پا حالا میخواییم جهت کشش رو عوض کنیم. بیاین دست رو به ویل بگیرین که تعادل بدنتون حفظ شه، انگشتای پاتون رو روی زمین بلند نشه و بعد به آرومی تنه رو به سمت جلو باز کنین. نذارین تنه بیاد به سمت زمین، تنه رو در همون راستای کنار باز کنید. اگه تعادل حرکت قبل براتون سخت بود، میتونین کنار سر رو روی زمین قرار بدین. دیگه کامل کف پا روی زمین نچسبه، یعنی انگشتای پا فقط روی زمین بمونه. پا که به همون حالتیه که از اول بود. دستتون ویلو گرفته، اون دست رو در راستای پهلو، یعنی دست نمیاد جلوتر از سر قرار بگیره. دست در راستای پهلو بالای سر باز میشه. باز شما هم کشش لگن رو دارین، هم کشش پهلو، و نگه میدارید. در تمام این حرکت ها اون پایی که روی ویل هستش توی همین وضعیت بود، هیچ تغییری نکرد. این حرکت هم به خاطر اینکه اون فشارهای لگن آزاد بشه انجام بدین.